مادر جان، تعویض لباس فرمودین؟ تیپ زدیم. پدر جون چرا غذا نمیخورین؟ اشتها نداریم. نکنه باز رفتین سر اون گنجه و اون تخم جابانی ها رو برداشتید خوردید پدر جان؟ خیر. پس چرا چیزی نمیخورین؟ گمان میکنیم مختصر کسالتی داریم. جایتون درد میکنه پدر؟ پای من تیر میکشد، سر من هم مختصری درد میکند. نای راه رفتن نداریم، دل من چاییده. قدری هم قلنج فرمودیم، گوش میانی من سوت میکشد و مژه ای هم در سمت راست چشم من، یعنی در چشم راست من رفته. خیلی هم مختصر نیست در واقع. هیفنون میخوای طبیب رو برای دستبوسی خبر کن؟ خیر. بعدش هم میبریمتون درمونگاه. خیر. پدر جان میخواین من براتون جوشونده درست کنم؟ نه، فقط قدری بابای بیمارتان را درک کنید. فروغ بانو دورتون بگرده پدر جان، چی کار کنم براتون؟ چی لازم داریم؟ ما هم یک طبیب مخصوص لازم داریم. مگر ما چیمان کمتر از منصور است؟ احساس میکنیم یک طبیب مخصوص لازم داریم. پدر جان اصلا به صلاح نیست. مادرت قبل از مرگ گفت مظفر، از سه چیز نگرانم: اول تنهایی تو یعنی ما، دوم بینی بزرگ فروغ، و سوم تنهایی تو یعنی ما. پدر جان تنهاییتون رو دوبار تکرار کردیم. چون خیلی نگران تنهایی من بود دوبار گفت. بینی تو را که به تیغ جراحان سپردیم، این دل خسته عاشق را به کدام تیغ بسپاریم؟ پدر جان آدم هر چیزی رو جلوی هر کسی نمیگه. چرا میگه؟ پس اگر میگه منم باید بهتون بگم که شما باید فکر تجدید فراش رو از سرتون بیرون کنید. ما فقط یک طبیب مخصوص میخواهیم، همین. ابدا. میخواهیم. پدر جان نمیشه. میخوام من. شما وقت خوابتونه پدر جان، بریم بخوابیم. من میخوام تا... میبینی مظفر خان حق دارد. هیفنون، تا گرهت نزدم از جلوی چشمام دور شو. میخوام پدر میخوایم طبیب میخواد. خب من جایم درد نمی کنه، یعنی سرم درد میکنه، من تا با دوتا قرص رفت میشه، اصلا احتیاجی به طبیب نیست. یه خورده از وقت خوابم هم گذاریم.